این ساعت بامداد آدینه 1 شهریور 23 اوت. مدیر قلعه شهرستان گنبد کاووس ایران و برخی از کارکنان سیلوی این شهر در استان گلستان بازداشت شدند. اتهامی که دادگستری این استان علیه این افراد اعلام کرده کسب درآمد میلیاردی از طریق ترکیب فضولات حیوانی با گندم است. خبرگزاری میزان با استناد به هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان از رواج این فساد شبکه‌ای در یک ماه گذشته نوشته و افسوده تاکنون 200 تن از این گندم‌های آلوده در 14 کامیون شناسایی و 9 تن دستگیر شدند. کسب درآمد میلیاردی از طریق ترکیب فضولات حیوانی با گندم. حسین قاضیان با ماست، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی در واشنگتن. شب شما در آمریکا بخیر آقای قاضیان. رئیس کل دادگستری استان گلستان گفته که این افراد بازداشت شده نخاله ها و فضولات دام رو با گندم در هم میامیختند و به سیلوی دولتی میفرستادند و از این راه میلیاردها تومان به جیب زده بودند. فضولات در گندمی که مردم برای پخت و پز احتمالاً به کار میبردند. اگر واقعا یک چنین اتفاقی افتاده باشه و به راستی اینها برای افسودن مثلا بر وزن گندم فضولات رو توش ریخته باشن، به این کار چه میشه گفت؟ فساد اخلاقی یا چیز دیگه؟ خب در ظاهر این است که فساد اخلاقی رخ داده یا فساد مالی رخ داده، ولی من از شما میپرسم یا از به اصطلاح شنوندگان شما میپرسم، آیا اگر چندین و چند سال هر روز شما خبرهای فساد رو بشنوید، بشنوید افرادی تونستن میلیاردها دلار یا حتی یورو از خزانه بردارن، هر کسی از آیت الله مقبول و نمیدونم عارف گرفته تا آدمی که توی کار نظامی است و تو سپاه و هر جای کشور، همه دارن یه تکه از این گربه ایران رو میکنن و میبرن و هر روز ما خبراش بر سرمون آوار میشه، فکر کنید بعد از یک مدت بقیه آدم ها به چه فکری میافتن؟ به همین فکری که این افراد توی گلستان افتادن که ما چرا سرمون بی کلا بمونه؟ چرا ما یه کاری نکنیم؟ اگر من کاری دستمه چرا من از این کار پولی در نیارم؟ حالا من نمیدونم اون فساد رو با این فساد میشه مقایسه کرد یا نه آقای قاضیان. البته این رو بگم که دادگستری گلستان گفته که گندم‌های آلوده پیش از ورود به چرخی غذای مردم نابود شده. این پرسش که شما کردین از شنوندا و از خود من خیلی جالبه، ولی چه چیزی در واقع باعث میشه که انسان فراموش کنه که خودش هم به مغازه میره، از مغازه مواد غذایی میخره، میخوره و با وجود این دست به چنین کاری بزنه و فضولات رو بریزه توی گندم؟ یعنی درآمیختن گندم با اون چیزی که گفتم براش یک امر عادی بشه؟ خب مثل اون کسانی است که تو کارخونه سوسیس و کالباس کار میکنن و خودشون هیچ وقت سوسیس و کالباس نمیخورن. این افراد هم ممکنه به دلایلی یا به شیوه های دیگه از اون چیزی که خودشون آلوده میکنن استفاده نکنن، ولی مسئلهش اینه که اونا اصلا دیگری رو نمیبینن، دیگری وجود نداره یا اگر هست غیر از اونهاست، به اونا مربوط نیست، کسی است که سرنوشتش براشون اهمیت نداره. این همون اتفاقا نمادها و نشانه های جامعه است که پیوندهاش از هم گسیخته شده. مایی وجود نداره، اونای دیگه غریبن، حالا اگه دشمن نباشن دست کم سرنوشتشون برای آدمی که این کارو میکنه بی اهمیته، بنابراین براش مهم نیست که دیگری بره این کارو بکنه، خودش رو مسئول نمیداره و خودش رو نگه میداره و نمیره از اون موادی که به این ترتیب آلوده کرده استفاده کنه. زمینه که میدونید خب این تا بیاد به آرت تبدیل بشه طول میکشه و ممکنه در اون مرحله فرض کنید که اقداماتی بشه و گندم آلوده استفاده نشه، آلودگیش برطرف بشه، شاید اون فکرها رو هم کردن به این سمت رفتن. خب لابد چنین مواردی در کشورهای دیگر هم هست، نمیشه گفت که فقط در ایران اتفاق میفته. مشکل اینه که این موضوع در کشور ما سابقه داره، داخل کردن آب در شیر و وارد کردن خاکره یا پودر آجر در آرد چیزهایی بوده که سالهای سال در جریان بوده. طبیعی است که وقتی اوضاع احوال زندگی سخت میشه و به علاوه همونطوری گفتم هر روز شما این خبرهای فساد بر سرتون آوار میشه، شما هم تغییر میکنین، من هم و دیگری هم تغییر میکنن و ما هم میشیم بخشی از این کل جریان فسادی که همه ما رو داره آلوده میکنه. حالا اگه من دستم به بانک نمیرسه که میلیاردی بردارم، اگه دستم به فلان مقام نمیرسه که بتونم یه بهره ازش ببرم، خب من ممکنه که وسایلی که مثلا توی ادارم هست رو به صورت عمومی وجود داره بردارم استفاده کنم، نه حد اکثر میرم که در سیلو
فضولات رو وارد گندم میکنن و از این طریق سود میلیاردی به چیت میزنن. خب در این صورت چاره کار چیه آقای قاضیان؟ آیا تنها راه مقابله با چنین گرایش های بهبود وضعیت اقتصادی کشوره که به برخی از عواملش در واقع پیامدهای اون اشاره کردین، یا باید برنامه های جامعه شناختی هم پیاده کرد برای مقابله با اون؟ قطعا اقتصاد مهمه، ولی مهمتر از اون اگر دو لایه اصلی این ماجرا رو بشکافیم، یعنی مسئله فساد مالی و البته فساد عمومی اخلاقی، هر دو رو میشه بهش فکر کرد که چگونه باید برخورد کرد. درسته در این زمین اگه بخوایم وارد شیم، خصوصا در مورد فساد اخلاقی، راه حل‌های اجتماعی خیلی طولانی وجود داره که من چشم‌اندازی برای بهبودش نمی‌بینم. اما اون لایه ظاهرا راحت‌ترش که لایه فساد مالی هست، خب تا مادامی که عزم حکومتی بر این نباشه و درک درستی اصلا از فساد و مقابله باش وجود نداشته باشه، کمون که وجود نداره، و تصورشون از که یک شخص خودش سالم باشه، رهبر سالم باشه، مثلا جامعه سالم خواهد بود، این تصور باطل باعث میشه اصلا مبارزه با فساد درست صورت نگیره. کسی که شیوه هاش، برنامه هاش، سیاست گذاری هاش به گونه ایست که ساختمان و کارخانه فساد رو اصلا راه انداخته در مملکت، گیرم که خودش از لحاظ شخصی فاسد نباشه، خب تا وقتی این کارخونه داره کار میکنه دائما فساد داره تولید میکنه و این رکورد تولیدش شکسته شده در جامعه ما، هر روز داره فساد تولید میکنه. حالا با یکی دو تا از این محصولات ناسالم هم فرض کنید قوه قضاییه که خودش هم اتفاقا ناسالم هست بخواد برخورد کنه، میبینید که چشم انداز خیلی روشنی واقعا برای برخورد با هر کدوم از این دو لایه وجود نداره به نظر. سپاس فراوان از حضور شما در چشم انداز بامدادی، آقای حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی در واشنگتن. ما رکورد زدیم